قصه فرزندان عزیر علیه السلام که از پدر احوال پدر می پرسیدند می گفت آری دیدمش می آید بعضی شناختندش بیهوش شدند بعضی نشناختند می گفتند خود مژده ای داد این بیهوش شدن چیست همچو پوران عزیر اندر گذر آمده پرسان ز احوال پدر گشته ایشان پیر و باباشان جوان پس پدرشان پیش آمد ناگهان پس بپرسیدن از او که ره گذر از عزیر ما عجب داری خبر که کسی من گفت که امروز آن سند بعد نومیدی ز بیرون میرسد گفت آری بعد من خواهد رسید آن یکی خوش شد چو این مژده شنید بانگ میزد که مبشر با شاد وان دگر بشناخت بیهوش و افتاد که چه جای مژده است ای خیر سر که در افتادیم در کان شکر وهم را مژده است و پیش عقل نقد زان که چشم وهم شد محجوب فقد کافران را درد و ممن را بشیر لیک نقد حال در چشم بصیر زان که عاشق در دم نقد است مست لابجرم از کفر و ایمان برتر است کفر و ایمان هر دو خود دربان اوست کوست مغز و کفر و دین او را دو پوست کفر قشر خشک رو برتافته باز ایمان قشر لذت یافته قشرهای خوش را جا آتش است قشر پیوسته به مغز جان خوش است مغز خود از مرتبه خوش برتر است برتر است از خوش که لذت گستر است این سخن پایان ندارد بازگرد تا برآورد موسیم از بحر گرد در خور عقل عوام این گفته شد از سخن باقی آن بنهفته شد زر عقلت ریزه است ای متهم بر قرابزه مهر سکه چون نهم عقل تو قسمت شده بر صد مهم بر هزاران آرزو و تم و رم جمع باید کرد اجزا را به عشق تا شوی خوش چون سمرقند و دمشق جوجوی چون جمع گردی ز اشتباه پس توان زد بر تو سکه پادشاه ورز مسقالی شوی افزون تو خام از تو سابزد شه یکی زرین جام پس برو هم نام و هم القاب شاه باشد و هم صورتش ای وصل خواه تا که معشوقت بود هم نان هم آب هم چراغ و شاهد و نقل شراب جمع کن خود را جماعت رحمت است تا توانم با تو گفتن آن چه هست زان که گفتن از برای باوری است جان شرک از باوری حق بریست جان قسمت گشته بر حشو فلک در میان شست سودا مشترک پس خموشی بدهد او را سبوت پس جواب احمقان آمد سکوت پس خموشی بدهد او را سبوت پس جواب احمقان آمد سکوت این همی دانم ولی مسی تن می گشاید بی مراد من دهن آنچنان که از عدسه و از خامیاز این دهان گردد به ناخواه تو باز